راز سفربری فتح الدین و ملا یعقوب به بغلان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، وقتتان بخیر. با یکی دیگر از ویدیوهای این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان این ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را لایک و سابسکرایب نمایید. راز سفربری فتح الدین و ملا یعقوب به بغلان، منبع رزاق مامون. مقاومتی ها در پاسخ به التیماتوم فتح الدین: تا آخرین گلوله می جنگیم، چرا ملا متقی با ولایت بدخشان سفر کرده؟ هدف این سفر بررسی تهدیدهای امنیتی و مشکلات ملکی این ولایت عنوان شده است. این آدم وزیر امور خارجه است، اما می رود به بررسی وضعیت امنیتی بدخشان. اما چرا سراج الدین حقانی به بدخشان سفر نکرده که اصلا وظیفه اش بررسی اوضاع امنیتی در داخل افغانستان است؟ پاسخ: با اختلاف درونی میان شبکه حقانی و جناح شورای کویت است. گزارش های حاصل از تحلیل های اپراتیوی این است که سراج الدین حقانی در واقع رهبر داعش در افغانستان است، همان داعشی که ظاهرا آدرس مشخص ندارد به شکل اشباه و اشکال قیاسی، اما حاضر میدان در همه جا تبلیغ می شود. منظور از رهبر داعش شکل رسمی آن نیست، مدیر نامحسوس آن است. برای داعش رهبر رسمی با نامهای علنی قبلا تعیینات کرده اند که یکی آن انجینیر ثناء الله از قلعه مرادبیگ. آیا گاهی فکر کرده اید که چرا سراج الدین حقانی را خلیفه لقب داده اند؟ اولش به دلیل هبت الله است، دوم مدیریت داعش است. داعش است که شعار خلافت می دهد، گزینش این لقب بسیار سنجیده شده است. سراج الدین حقانی همیشه مخالفین خود در داخل و خارج از طالبان را به وسیله داعش از بین می برد. گروه های تروریستی آسیای مرکزی در شمال متعلق به اوست. چرا تداخل کاری وجود دارد؟ دو حکومت مستقل و با آجنده های مختلف تحت پوشش نظام طالبانی در افغانستان فعالیت دارند. ملا یعقوب و فتح الدین چرا به اندراب رفته اند؟ ظاهرا ملا یعقوب حاضر شده است که انتقام پایین شدن بیرق طالبی در منطقه سجی بغلان بگیرد، اما این مسئله بعد از اشاره احمد مسعود در معرض گرفتن چند محور اساسی باعث آشفته حالی طالبان شده است. دلیل دیگر این است تیم حقانی ها در اندراب، خوست، پنشیر و ورسج تخار بعد از شکست های متواتر بخشی از قوای خود را از منطقه کشیده اند. وقتی فغان ملا یعقوب بلند شد که اطاعت در صفوف جنگی طالبان وجود ندارد، شبکه حقانی با جای اطاعت از دستورات ملا یعقوب منطقه را ترک کرده و تمامی نیروهایشان را بیرون کرده اند. شبکه حقانی خودش را عقب می کشد تا ملا یعقوب احساساتی را به چالش بکشد. چرا ملا یعقوب از هند خواستار کمک و برقراری روابط نظامی شد؟ ISI او را گوشمالی می دهد. ملا یعقوب باید در جنگ های پنشیر و خوست فرنگ تنها رها شود تا هوش به سرش بیاید. این دو محور جنگ سرنوشت ملا یعقوب را تعیین می کند. اکنون بار جنگ با نیروهای مقاومت ملی به دوش ملا یعقوب است. ملا برادر و ملا یعقوب به قطر و اصلا آمریکا تکیه کرده اند. شبکه حقانی نگاهشان به امارات متحده عربی و عربستان پاکستان نزدیک شده اند. نبرد درونی سختی در پیش است. دو پادشاه در یک اقلیم نمی گنجد. ملا یعقوب در شرایط بدی قرار گرفته است. تسخیر یا ضربت زنی به قوای مقاومت در اندراب از توان ملا یعقوب بالا است. قوای حقانی ها عقب کشید و او مجبور شده قاری فتح الدین را به شهرستان خوست بفرستد. تا هنوز 18 پرواز با چرخبال انجام گرفته که از قندهار به خوست و اندراب نیرو انتقال داده روان هستند. همزمان از دو روز به این سو 5 چرخبال گروه طالبان بر فراز اندراب ها گشتزنی دارند. قاری فتح الدین: تا ساعت 2 بعد از ظهر فرصت دارید تا پیام تسلیمی یا جنگ را به ما برسانید. نیروهای جبهه مقاومت ملی ساعت 10 پاسخ داده اند که ما تا آخرین گلوله می جنگیم. جنگ در ولسوالی حصه اول پنشیر به روز پنجشنبه حمله دستجات طالب بالای مقاومتگران در قسمت غوله و کنج.
مردم محل به خاطر پاکاری کانال آب جمع شده بودند که جنگ شدید در گرفت. 80 طالب اضافی به صحنه جنگ آمده اند. با تاریک شدن هوا جنگ پایان یافت. در این دو درگیری 12 تن از نیروهای طالبان کشته و شماری هم زخمی شده اند و 1 میل سلاح M4 و 1 میل تفنگچه به غنیمت گرفته شده است. همزمان طالبان در دره آروزه ولسوالی شتال تلفات سخت داده اند. کمین نیروهای مقاومت ملی طالبان چندین جسد را با چرخبالها از دره پایان آورده و ساعت قبل دوباره نیروهای کمکی خود را به ساحه اعزام کرده اند. 13 کشته در جنگ پیشغور. این تعداد در یک کمین و ضد حمله نیروهای جبهه مقاومت ملی در این ولایت کشته و شماری هم زخمی شده اند. این افراد پس از چاشت پنجشنبه 23 سرطان در ساحه پیشغور ولسوالی خنج کشته شده اند. منابع محلی میگویند که شماری دیگر از نیروهای طالبان در پای یک کمین و ضد حمله جبهه مقاومت ملی زخمی شده اند. یا نفراد طالب ساعتها در محاصره قرار داشتند. همچنان جنگ در دره آرزو نیماهای چهارشنبه شب 23 سرطان آغاز شد و تا کنون ادامه دارد. طالبان کشته شدگان و زخمیانشان را توسط چرخبالها انتقال داده و نظامیان تازه نفس به دره آرزو اعزام کرده اند. 7 عضو یک خانواده به شمول زنان و کودکان دیشب در ولسوالی پغمان ولایت کابل به قتل رسیده اند. خالد زادران سخنگوی پلیس کابل این رویداد را تایید می کند و می گوید که این خانواده ساعت 9 شب هنگامی که در موترشان به سوی خانه می رفتند از سوی تفنگداران ناشناس به قتل رسیده اند. سارقین مسلح دیشب 4 عضو یک خانواده را در شهر بالا علم لوگر کشته اند و داریوهایشان را با خود برده اند. این 4 تن دکان نانوایی داشته اند. منابع با آماج میگویند که افراد مسلح ناشناس شیخ سردار ولی ثاقب رئیس علمای سلفی را در شهر کابل کشته اند. قباله بند است. به هیچ یک از افراد ستون پنجم بازگشته از خارج املاک و داریوهای غیر معقولشان بازپس داده نمی شود. صاحب املاک می تواند وکیل بگیرد، اما فرایند کار از طریق کار وکیل از 6 ماه تا 1 سال وقت می گیرد که در فرجام کار نیز طالبان یک بندش دیگری ایجاد می کنند و ناچار دست خالی به خارج می گریزند. اکثر کسانی که در ولایت پنشیر جاسوسی می کنند نفرات کسانی اند که جایدادهای حرام در کابل دارند. آنها بستگان خود را اجیر می سازند که در نقش رهنما جان مرگ برای طالبان در رب در رب بگردند. تا فعلا اواید و جایدادهای بزرگ خود را با مقامات طالبان به طور شریکی اداره می کنند برای بیمه کردن جایدادهای حرام در تخلا اند. با تشکر که تا اخیر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید و این کانال را لایک و سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما نیز اطلاع حاصل نمایید.